سلام من تیردادم این کانال یوتیوب و پادکست که فارسیه این ویدیو از مجموعه ویدیوهای آموزشی مونه که در مورد حالا بیسیک فرمول یک در مورد داستانهایی که مرتبطه و شما بهتره بدونید تا بتونید ازش لذت ببرید صحبت میکنیم تا حالا چندین تا ویدیو پر کردیم توی مجموعه جالب بود که قرار بود بیسیکاشو اول بگیم ولی چون اون پارسال موقعی که شروع کردیم قضیه پورپوزینگ خیلی جدی بود اول با پرپوزینگ شروع کردیم که پرپوزینگ چیه ویدیوشو حالا این بالا میذارم بچه که پادکست گوش لینکش لینکشو داخل تعریف و توضیحات این اپیزود میذارم یه ویدیو داشتیم در مورد اصلا فرمول یک چیه صحبت کردیم در مورد قوانین فرمول یک اسپرینگ چیه و اینجور حرفات به توی کانال یوتیوبمون این لیستش هست این ویدیو خاص در مورد لیوری قبل از شروع فصل 2024 شروع در واقع پر میشه و چرا داریم پرش میکنیم چون الان موقعیه که تیما از خود روی فصل بعدشون رونمایی میکنن تا حالا چهارتشون کردن ویلیامز بوده مکلارن بوده کیک ساوبر بوده که دم دقیقه اسمشو عوض میکنه الان ساوبر نمیدم چی چیه <تصفح> خنده دار شده و آخریش کی بود رونمایی کرد دوباره سوتی شد یادم رفت آه هست این کارو کرده پس تا اینجا چهار تا تیم رو نمایی کردن و هی اسم لیبری لیبری میاد و برای اینکه چند بارم داخل فست بچه از ما پرسیدن لیبری چیه این ویدیو رو پر میکنم که کلا یه بار برای همیشه توضیح بدیم که داستان لیبری چیه خب ام توی ویدیو قبلی که در مورد بیسیک خود مسابقه فرمول یک بود توضیح دادم که فیا که قوانین رو مینویسه مثل فیفا داخل فوتبال میمونه میاد یه پکیج رو مشخص میکنه یه محدودیت هایی برای ماشین میذاره که ماشین بر این قواعد داشته باشه این محدودیت ها داشته باشه این استانداردها داشته باشه ماشین تو بر اساس این تقریب بکنیم تیما میگن بر اساس این قوانین و قواعد و معمولا سوراخ فرمایی که پیدا میکنن که توش نیست ماشین طراحی میکنه و همیشه هم اون و فرمایی که نیست رو پیدا میکنن باعث میشه که ماشین مثلا بگه خیلی پیشرفته تر بهتر باشن معمولا ماشینی که خوبن یه سوراخی داخل اون داستان پیدا کردم. به خاطر همین ماشینا شبیه همن بعد تصور کن یه ماشین داره با 200 کیلومتر در ساعت رانندگی میکنه 300 کیلومتر در ساعت رانندگی میکنه خیلی هم شبیه همن و <تصفح> کلا من یه مزخرف خیلی بکنم صدام گرفته من هنوز مریضم این بهتر نشده و نمیدونم چیکارش بکنم ولی من تا فاز شروع میشه بهتر بشه من مزخرف خیلی میکنم صدام میگیره خب حالا تصور کن یه سری ماشینن که شبیه همن دارن با سرعت زیاد حرکت میکنن 250 300 متر در ساعت و ام، چشم انسان بعد بتونه هم تشخیص بده خب بفهمه کدوم مال کدوم تیمه این اولین مسئله است خب پس اولین دلیلی که شما لیوریو دارید اینه که ماشین ها از هم متفاوت بشن پس تا اینجا میدیم لیوری در واقع اون گرافیکیه که روی ماشین ها میان تا اونا از هم متفاوت بکنه ولی این همه داستان نیست داستانی که فرمول یک ماشین تبلیغاتی بزرگه هر از این تیم ها میلیون ها دلار قرارداد اسپانسرشیپ دارد این اسپانسرشیپ روی بدنه این ماشین ها نوشته شده و باید توی 200 کیلومتر درصد ساعت 200 کیلومتر در ساعت حرکت میکنن این به خوبی دیده بشه توی ویدیو قبلی اینو آنباکس کردم یه مدل ماشین بنز که آخرین باری که روزبرگ قهرمان شد اون موقع مرسدس پتروناس بوده یادتون باشه من باید این ولی بگیرم که شما درست بتونید بخونید آره خب اگه نگاه کنید روی بغلش روی سایت پادش نمیشه پتروناس توی بالا عقبش نمیشه اپسون اینا باید طوری طراحی بشه که ماشین موقعی در صورت بالا حرکت میکنه تبلیغات دیده بشه و خونده بشه حالا بچه یه کار گرافیک کردن یه زد دستشون توی کار با این داد آشنان. شما حالا یک برندی دارید مثلا مرسدس رنگ خودشو داره حالا اینو تو ذهنتون داشته باشید یواش یواش میرسید که چرا مرسدس از رنگ نقره ایش که حالا پیکان های نقره ای بود به دلایلی که توی اینستاگرام گذاشتم توی کارت ها اومد رسید به رنگ سیاه 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 خب توی این تو ذهنتون باشه مکتم توضیح میدم میرسید بهش خب حالا شما یک برندی دارید که یک رنگی داره مثلا توی این مورد مرسدس نقره ای خب فراری قرمزه حالا یه موقع هم هست که اسپانسری که میاد رنگو بهتون تحمیل میکنه مثل بی دبلیو تی با رنگ صورتی که داره تا زمانی که داخل ریسین پوینت بود قبل از که بشه آستون مارتین صورتی بود بعد که حالا اون شد آستون مارتین و بی دبلیو تی منشد تیم دیگر اسپانسر بکنه رفت آلپین حالا آلپین مجبور شد اون صورتی رو قبول بکنه و بیاد داخل برندینگش چون اسپانسر پول داده بود که حالا جزئی است. هویت تیمه و باید رنگش باشه حالا شما یک پکیجی از رنگ دارید که خب مال خود تا اینجا اوکیه خیلی کار سختی در پیش ندارید مشکل از جایی شروع میشه که حالا شما کلی اسپانسر رنگ و رنگ دارید با لوگوهای متفاوت رنگ های متفاوت ابعاد متفاوت و هر کم از اینا گایدلاین های خودشون دارن بعضی موقع نمیذارن که از لوگوشون فقط سیاه و سفید بذاری یعنی مثلا شما یه ماشین داری که مشکیه و حالا یه برندی که لوگوش هم مشکیه مثل مثلا آدیداس میاد میگه که نه فقط تو بعد آدیداس میذاره سفید کار بکنی ولی خلا مثلا میگه فقط بعد مشکی بذار مثلا نایک فقط میگه فقط مشکی باشه حق نه رنگ دیگه بذاری خب یا من مثلا ترجیح میدم که رنگم مشکی باشه قرارم با تو گفتم مشکی باشه خب حالا اون موقع است که گرافیست ها چه خاکی میخواد تو سرش بکنه به تعبیر خودمون ولی هم بازم یه مسئله دیگه هم هست یه موقع هم هست که مثلا گرافیست ها فرض کنید فراری دارید قرمزه خب نایک میاد باش قعدات میبنده و اون رنگ نارنجی که معروفه رو میخواد بذاره خب نارنجی رو قرمز دیده نمیشه تو حد عادی چه برسه با سرعت بالا خب حالا میخوایی چی کار در اینکه یکی از مشکل لاتی که وجود داره اینه که چه جوری این پلت رو شما ببندی که حالا هم ماشین متفاوت باشه هم جذاب باشه همین که این اسپانسر توش دیده بشه همه اینا رو که به کنار مشکل بعدی ایجاد میشه خب ماشین داره داخل یه بیلبورد متحرک دو ساعت سه ساعت هم میخواد مسابقه به داخل هفته امکان داره اون پیس آفتابی باشه ابری باشه نورش از جلو باشه عقب باشه هزار و یک داستان داره خب این ماشین چه جوری میخواد اونجا پرزنت بشه چه جوری دیده بشه مهمه به خاطر همین وقتی که اینو دو بودی طراحی میکنم میان سه بودی هم طراحیش کنم میذارم ماشین و ماشین من داخل پیست مختلف تو حالا با نرم افزاره تصویر سازی که مثلا تی مکس و کیشات شات و اینا هست اینا که تو نوری که تو اون روز و تو اون ساعت هست حالا احتمالا این خوب دیده میشه یا نه چرا مهمه چون که هرچی اون ماشین بهتر دیده بشه اون عکاسی که عکس میگیره از اون مسابقه هرچی خواهد ماشین خوش لباس باشه خوش گل در باشه اون عکاسی که عکس میگیره میخواد بره چاپش بکنه خب اونو انتخاب میکنه خب درسته که حالا مثلا یه عکس میخواد بذاره از نفر اول مسابقه یه نفر از اون که تصادف کرده ولی چهار تا عکس هم که میخوام بذارم عکس مسابقه رو میخوام بزنم این مهمه که حالا اون اسپانسره خوشحال باشه که ناکن مثلا اینقدر لوگوی من خوب تر اون برندی که خوب بوده که چندین و چند بار در موردش صحبت کردم مثلا تو فصل قبل اون هوشمندی چه مکلار کلا مکلانه میشه بخشه مکلارن میگم ویلیامز خیلی خوبه توی این داستان ویلیامز که بهترین هاست لیبری اون حقه زیبایی که عکسش میذارم که توی بالای هودی که هوا رو میکشه بالا سراننده اونو شبیه باتری دوراسل طراحی کردن خب اینو همه کرد. من من در موردش صحبت کردن مراتب من در صحبت میکنیم در چه این تبلیغ پس مهمه خب ام این که چقدر توجه بگیره چقدر عکاسا ببیننه چقدر شبکه خبری پخشش بکنن در صحبت میکنن این براشون مهم پس گرافیست یه مشکلی هم اینجا داره که فقط حلش بکنه چالش بعدی دیگه میدونید چیه چالش بعدی اینه که خیلی از درآمد این تیما فروش البس است لباس کاپشن کلاه حالا این رنگی که انتخاب شده این پترنی که انتخاب شده این میره روی لباس ملت دوست دارن دوست ندارن چجوری میشه چجوری نمیشه مثلا من توی حالا اون ویدیویی که گذاشتیم در مورد مسابقه ژاپن که من توی بار دیدم یه خانومی بود که لباس ویلیامز تقریبا ده سال پیش تنش بود و بسیار هم زیبا بود یعنی من اینجا بودم که خب این طرفدار ویلیامز هم نبود طرفدار فراری بود توی تیم فراری میز فراری هم هست ولی لباس ویلیامز ده سال پیش تنش بود چون واقعا لباس خوشگلی بود یعنی مثلا اینجوری که در فکر فکرم که این کیه چقدر باحاله بعد نگاه کردم ویلیامز اصلا یادم نمیاد که همچین لیبری داشته باشه این یه چالش دیگه است به خاطر همین طراحی لیبری خودروها حتی تا نه ماه هم طول میکشه معمولا 6 ماه طول میکشه ولی حتی تا نه ماه هم طول این فقط بحث برندینگ هم نیست این یعنی فقط بحث برندینگ و تبلیغات هم نیست دوباره مرسدس یادتون باشه یه سری مسائل فنی هم اینجا دخیله خب تمام ماشینا فیبر کربن اگه رنگ روشن انتخاب بشه باید لایه های بیشتری از رنگ روی بدن ماشین بیاد تا اون سیاهی پشتش رو بگیره اون اگه تا حالا مثلا نقاشی کردن خونش مو اتاقشون رو نقاشی کردن مثلا کابینت طرز نقاشی کردن و اینا میدونن وقتی رنگ پشت زمینه تیره باشه حالا شما هی باید لایه بذارید تو این رنگ روشنتون قشنگ دیده بشه این چیز سیاهی اون چرک پشتش رو بگیره خب ماشین وانی که هر صدوم ثانیه مهمه هر گرم مهمه این درد سرساز خب در اینچه رنگ مشکی پرطرف داره یکی از شوخی هایی که تو این فصل هست که چرا همه مشکی هست هم؟ یکی همین دلیل فنی داره یه دیگه هم که هست اینه که شما وقتی که رنگ میذارید خیلی خفنه ها ولی شما وقتی رنگ میذارید همون چند لایه رنگ همون یک ذره افزایش صد باعث میشه که روی که خود رو تاثیر بذاره و به خاطر همین اونم بهش فکر میکنن که خب ما حالا این مثلا چند تا استرایپ این چند تا خطی که مثلا مثلا فکر کنیم مشکیه حالا میخوایم مثل گوره خروش خط بندازیم این خط ها چقدر تاثیر آیدامیک داره آیا میصرفه آیا نمیصرفه چجوری جوری جو بزنیم که کمتر بشه چه کار بکنیم که بیشتر بشه خلاصه که خیلی پیچیده تر از این حرف و مهمه که چجوری طراحی میشه روی بیزنسشون تاثیر داره روی پرفورمنسشون هم تاثیر داره و یه موقعی هست مثل داستان قرمز و سفید لیبری معروف ماربورو و مکلره سالها بعد هر کی میخواد در مورد واقعیت واقعا, واقعاً میگم من داشتم این میگم هر کی میخواد در مورد لیوری صحبت بکنه در مورد اون ماشین مثال میزن و تصور بکنید که شاید بالای ده ساله اون ماشین بیشتر ما قرمتر از ده سال قبله ما دقیقا همون موقع هایی که تبلیغ دخانیات و سیگار ممنوع شد حالا در مورد اینم برای یه ویدیو بزنم که اینا تبلیغ دخانیات هنوز میکنن زیر پوستی فراری مخصوصا از این کارا میکنه حالا در اون یه ویدیو اسکندر آبروزی دارم بعدم پر میکنم ولی شما تصور کنید که چقدر این برای برندینگ یه تیم و یک شرکت یعنی تیم که برای یک شرکت مهمه و چقدر ارزشمنده اصلا شما مار برو ممنوع تبلیغاتش ولی هنوز که هنوزه شاید 10 درصد 15 درصد از که داخل سوشال میدیا و داخل کلا فضای مجازی در مورد فرمول وان تولید میشه ماشینی رو مثال میزنم چون قد خوشگله که روش برند مار برو هست خب این از ام تعریف و توضیح لیبری که چرا مهمه چی هست اصلا در آخر به ما این پایین بگین که توی خودروهای امسال تا اینجا که حالا چهار تاشون رو نمایی شدن چند تا که توی این هفته رو میشن کدومشون براتون جذابتر بوده کدومش بیشتر دوست داشتید چه لیوری یا کلن تو تاریخ میپسندید و به نظرتون بهترین لیوری تاریخ مثل همیشه مرسی که ما ما هستید لایک و سابسکرایب فراموش نشه تمام لایک و سابسکرایبی که شما میکنید به ما کمک میکنه بهتر ایده بشیم و کانتنت بهتری درست کنیم چون به اون روحی و انگیزه مرسی که با ما هستید شبوز خوبشید